با کیفیت ترین، پرحاصل ترین و مقاوم ترین درختی که در مقابل امراض و آفات هست را از کجا کنیم؟ باید چطور بفهمیم که درختی که ما خریدیم یعنی بهترین درخت هست، مقاومتش خیلی بالا هست، حاصلش بسیار زیاد هست و کیفیت میوه‌اش هم خیلی عالی هست، مخصوصا درخت سیب؟ از کجا ما شما باید بفهمیم و چگونه درخت را مثلا بخوایم بخریم معلومات دقیقش بفهمیم؟ در این ویدیو ما کاملا برای شما معرفی میکنم که شما اگر خواستین درخت بگیرین، مخصوصا درخت سیب، کدام مشخصات باید داشته باشه که شما او درخت را که میخواین بخرین. پس ویدیو را تا آخر تماشا کنین. نظر به فعالیت هایی که یک باغدار موفق دارد باید همیشه صحتمند حتما باشد. پس دوستای خوبم، بیاین در ورزش آزاد یا فری اسپورت در کانال ورزشی من با هم ورزش کنیم. حتما از کانال ورزشی من سر بزنیم. سلام دوستای خوبم، خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما شما بهترین و عالی ترین نسل ها را میشناسیم که چگونه ما شما بتونیم یک درختی خوب را انتخاب بکنیم تا اینکه بالاترین حاصل بگیریم. چون اکثریت شما، من میفهمم که تجار هستین و زمیندار هستین، باغدار هستین، میخواین سرمایه گذاری کنین یا مثلا مسئولیتی یک باغ کلان را در عهده دارین، باید دقیقا بفهمین، کار کنین بر خودتان، دقیقا مشوره بدین. پس مهمترین چیز دوستای عزیز ریشه هست، یا او را به از لحاظ کشاورزی به نام استاک میگه. شما ریشه یا استاک را باید دقیقا بشناسین. تمام رمز و راز درخت در ریشه هست، چون مواد غذایی را جذب عمی میکنه. در رابطه به مقابل سرما و آفات و هر رقم چیز اینمی که هست برای شما تمام مواد غذایی را تأمین میکنه، مقاومت ایجاد میکنه. پس این را باید دقیق بشناسین که کدام ها هست و چگونه ما شما تشخیص بدین. نتیجه صدها سال تحقیق دوستای خوبم بالاخره با این نتیجه رسیدن، محققینی که در مورد سیب کار میکنن درخت های قد کوتا را اینا اصلاح کردن، مثلا به اندازه 1 متر. نتیجه صدها سال تحقیق دوستای خوبم که محققین و بریدرها در این قسمت کار کردن، بالاخره درخت های قد کوتا را اصلاح کردن که ای باعث میشه اصلا در سال اول حاصل بسیار زیاد بگیره. ما در ویدیوهای قبلی در این مورد بسیار در مورد سیب و مخصوصا نسل های قد کوتا برتان اشاره کردیم. اینا قسمی هست که شما میبینید دوستای عزیز در سال اول حاصل میگیره بسیار خوب. خوبیش در کجاست؟ کل سایز هایش یک سایز خرد و کلان نداره، رنگش یک رنگ، مزهش یک مزه. یعنی سیبای محلی که مشاهده بالا کس شیرین است، پایین کس ترش است، بیمزه است. یک از کلش یک رنگ مزه داره، یک رنگ داره، یک سایز داره، مخصوص تجارت و تحفه و گپا هست و بسیار با کیفیت عالی هست. 4 خاصیت بسیار عالی داره. اولی که گفتم قد کوتاه است، هر بر راحتیش ما میتونین که حاصل برداری کنین، پرورش کنین، شاخه بری کنین. دومم این که خیلی زیاد در رابطه با سرما و یخی بسیار این مقاومت داره، خیلی زیاد مقاوم هست، مخصوصا در مناطقی که مثلا سرما هست این بسیار مقاومت خوب از خود نشان میده. و سوم هم که در مقابل آفات و امراض بسیار مقاوم است. اینا مخصوصا دوستای عزیز اصلاح شده تا اینکه علیه آفات و امراض اینا مبارزه کنه و به راحتی خودشان یک نوع عمل کنه که نتونه آفات و امراض سرش حمله کنه. و خوبی چهارم هست که اینا شما میبینین دوستای خوبم وقتی که درخت سیب را میکارین، ای در سال 4، 5، 2 بسیار رشدش زیاد هست، بسیار اما تو سایه میکنه و درخت خیلی زود پر از شاخه های آبدار میشه و این باعث میشه که امراض و آفات زیاد شود. و خاصیت از این هست که فقط اما قدر رشد میکنه که میوه های شما را خوب درست حسابی تغذیه کنه، اصلا این رشد اضافه نمیکنه که شاخه ناق تولید شود که شما او را دوباره برای سال بعدی شاخه بری یا هرس کنید. خب این را ما از کجا بشناسیم؟ چگونه بفهمیم که امی درختی که ما خریدیم امی بالاخره از امو درخت هست؟ 3 مشخصه خیلی عالی هست که شما این را دقیقا در ذهنتان بگیرین یا ویدیو را حداقل دانلود کنین یا مثلا نوشته کنین. این 3 موضوع را که خیلی مهم هست، کاملا از لحاظ علمیش در نظر گرفته شده که برای فروشنده نهال اگر این را نفهمه اصلا ازش نیال نخرید. نسل های استمالینگ هست. استمالینگ نسل های هستن که دوستای عزیز در اروپا مخصوصا در بریتانیا یا انگلیس ای اصلاح شده.
نام هایی که بالاخره داره اینا تحت M نام گذاریشته، مثلا M1، M6، M9 و همچنان M27، M26، 5-9 داره دوستای عزیز، که اینا را شما میتونین که در اون لیبلگی که در اطرافش نوشته هست، نوشته است روت استاک. روت استاک که هست پایه مادری یا ریشه را میگه. اگر مثلا روت استاکش M داشت، کاملا این درخت مقاوم است. 5-9 اینا M داره که در بریتانیا اینا اصلاح شده و به غیر از اینکه مثلا از داخل از اینا در رابطه با یخی و سرما بسیار مقاومت داره، M9 هست، B9 هست، O3 هست و P2 هست. درست است؟ P2, O3, M9 و B9. این 4 نوع در رابطه با فصل سرما بسیار مقاومت داره. شما مناطق شما اگه خیلی سرد هست، باید پایه مادری رو بگیرین که او باید M9 یا B9 یا مثلا O3 یا P2 باشه. درست است؟ اینا نسل های بسیار مقاوم هست و شما اگر بخواین کارهای خوب درست حسابی و ریشه ای انجام بدین، باید این کارو بکنید، چون قرار است یک عمر سرش، یک سال نیست، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال شما سرش سرمایه گذاری کنید. پس خریدن این حال دوستای عزیز، خریدن مثلا یک اسباب بازی از بازار نیست که بالاخره خراب شد دور بندازید. این عمرتان را میخوره، مورچه عمر هست. شما سالها از زحمت میکشید، باید عیناً امو رقمی که شما مثلا عروسی میکنین، زن انتخاب میکنین و هر طرف شد تحقیق میکنین، درخت هم مثل بچه هست. نوع دومش دوستای عزیز که نوع اول مالینگ بود که ما براتون گفتم، مالینگ که است است مالینگ، 5 نوع براتون نام گرفتم و 4 نوع دیگه هم در رابطه با فصل سرما نام گرفتم. و مالینگ میرتون نوع دوم است که در سال 1992 دوستای خوبم اینا اصلاح شده، مخصوصا برای شته ها یا شپشک ها و همچنان آفات بخش مثلا امراض قارچی، اینا کاملا مخصوص از اونها اصلاح شده، چون در اروپا شیوع کرده بود، بسیار درخت ها از بین برده، همه هر جنجال در اروپا پیدا میشه، خب خانهشان آباد تعمیر اصلاح میکنه و بالاخره برای باغدارا و کشاورزا پخش میکنه. خب مالینگ میرتون دوستای عزیز از 2 نسل اینا بریدینگ کردن، اینا را اصلاح کردن، تزویج کردن، با هم یک جای کردن. یکی سوی مالینگ که من اول گفتم 5 نوع بود، از اونا را گرفتن و نوع سوی دیگه به نام نوترن اس پی وای، نوترن اس پی وای، ای 2 رقم را اینا با هم در سال 1992 تزویج کردن، اصلاح کردن و بالاخره سوی به نام MM را به وجود آوردن که اینا از M101 شروع میشه، MM101 تا MM115 را اینا ادامه داره. یعنی اینا تقریبا فکر کن 15 نسل اینا اصلاح کردن که خیلی نسل های مقاوم هست. شما اگر از طرف شیته ها خیلی زیاد در آزار هستین، حتما این نوع درخت ها را پیدا کنین. و اینا یک خوبی را که داره دوستای عزیز، خب قبلا من بر شما گفتم که وقتی شما ایره بیشانین، اینا قد پخش هست در بار به حاصل میاد، بالاش فرق نمیکنه دوستای عزیز که شما کدام میوه سرش پیوند میکنین. اصل گپ گفتم در راز، رمز راز در ریشه است. شما هر نوع درختی را که دوست دارین میتونین سرش پیوند کنین. از اون خاطر من سر بالاش گپش نزدم، تمام سر ریشه گپ زدم در این ویدیو. اینو شما خیلی زیاد متوجه باشین، وقتی ایره که گرفتین هر نوع درختی را که شما بخواین سرش پیوند کنین، دیگه بازم اون نتیجه را میگیریم که قد پخش است، بار زیاد میکنه، پر از حاصل هست. که اینا معمولش دوستای عزیز M106 و M111 بیشتر استفاده میشه، بیشتر کسایی که استفاده کردن نتیجه خیلی عالی در بین همهشون گرفتن. M106, MM106 و MM111 اینا بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن و باغدارا زیاد استفاده کردن. و یک راه دیگه دوستای عزیز وجود داره که این هم در داخل سپ هست، به نام اینتر استاک هست. اینتر استاک قسمی هست که شما وقتی که امی MM111 را گرفتین، شاندین در زمینتان، به خاطر از این که درختتان مقاوم بیایه و چپه نشوه و بالاخره در رابطه با باد و بالاخره مقاومت که مواد غذایی را بتونه درست از ریشه کش کنه و با بالا برسانه، یک ساقه بسیار خوب تولید کنه، نوع درخت دیگه به نام اینتر استاک هست که اینا را شما در سر از این ریشه پیوند میکنین. وقتی پیوند کردین این میایه بالا و کت میکنین، باز هر نوع درخت دیگه را که خواستین سرش پیوند میکنین و از امون نوع درخت که شما میخواین به وجود میایه.
و این خوبیش بسیار زیاد هست دوستای عزیز. تمامی درختایی که شما میبینین کاشت شده در کل دو پیوندی هست، دو دفعه پیوند میشه. یک دفعه ریشه را کشاندین، یک دفعه مثلا امناین یا بیناین را پیوند میکنین سرش که اینا بسیار عالی هست. بعد از او M111 MM111 و MM106 را سرش پیوند میکنی، بهترین درختی که شما عالم میبینین این می رقم شما میتونین اصلاح کنین، میتونین بر خود پیوند کنین و از این درخت داشته باشین. دوستای عزیز امیدوارم که در این درس براتون گیج کننده نباشه و یاد گرفته باشین. باز هم اگر یاد نگرفتین یک دفعه دیگه هم تکرار کنین، چون یک مقدار درس علمی هست و شما باغدارای عزیزی که در هر گوشه هستین ویدیو ما رو تماشا میکنین، دوست دارم که چی از لحاظ تجربی چی از لحاظ علمی معلومات کشاورزی شما بالا بره. پس ویدیو رو حتما لایک کنین تا اینکه ویدیوهای جدیدی که ساخته میشه سابسکرایب هم کرده باشین تا برای شما نوتیفیکیشنشون بیایه و از معلومات جدید آگاه شین. تا ویدیوی دیگر دوستای خوبم، الله یار و نگهدار شما.